سلام و درود بر شما. من دکتر سارا ناصرزاده، پژوهشگر و رواندرمانگر جنسی هستم. خیلی از شما میخواین بدونین که عملکرد و تمایل جنسیتون در حیطه نرمال قرار میگیره یا نه. اولین سوال که معمولا من از آقایون دریافت میکنم اینه که اندازه طبیعی آلت جنسی مردانه چقدره و من نرمال هستم یا نه. تعریف نرمال یکیش اینه که اکثر مردم جامعه در اطراف شما کجای طیف قرار دارن و یکیش هم تعریف پزشکیه که آیا عملکرد اون عضو خاص بدن نرمال هست یا نه. مطالعه‌ای که در سال 2007 انجام شده در تهران دانشگاه علوم پزشکی بر روی آقایونی که بین 20 تا 40 سال بودن و 1500 نفر آقا رو در زمانی که نوز نداشتن آلتشون اندازه گرفتن از نظر طول و از نظر دور آلت تناسلی، به این نتیجه رسیدن که میانگین این گروهی که بررسی کردن طول آلت تناسلیشون بوده بین 9.5 تا 14 سانت و دور آلت تناسلیشون بوده بین 7.5 تا 10 سانت. و این خب توی این گروهی که بررسی کردن این یه میانگینی بوده، ولی این به این معنی نیست که شما اگر کوچیک‌تر هست آلتتون یا بزرگتر هست به قول معروف غیر طبیعی هستین. ولی از نظر پزشکی اگه بخوایم بررسی بکنیم، زیر 7 سانت ممکنه که عمل کرده آلت تناسلی براش اختلالی پیش بیاد، ولی یعنی مثلا نتونه دخول انجام بده، بنابراین ما بهش میگیم مایکروپینس یا آلت کوچک، که اونو بد نیست که با پزشک صحبت بکنین. ولی اینم همینجا بگم که خیلی از آقایون اشتباه اندازه میگیرن، یعنی اینم نگران نباشین اگر که احساس کنین خودتون اندازه میگیرین خیلی کوچیک یا خیلی بزرگ آلتتون به نظر اومد. سوال بعدی رو من معمولا از خانم ها بیشتر دریافت می کنم، به این صورت که من کلا میل جنسی چندانی ندارم و بدون رابطه جنسی هم خیلی راحتم، آیا نرمال هستم؟ ببینید، پاسخ کلی و کوتاه به این سوال هستش که بله، شما کاملا نرمال هستین، چرا که اکثر خانم ها در هر سن یا شرایطی که باشن، مجرد، متأهل، اگر که خودشون رو با آقا مقایسه بکنن احساس میکنن که میل جنسیشون نرمال نیست. دلیلش هم اینه که میل جنسی در خانم ها یه حالت واکنشی داره، یعنی اگر که خانم همینجوری نشسته داره تلویزیون میبینه یا کتاب میخونه، فکرش نمیره به سمت مسائل جنسی یا اون میل جنسیش به غلیان در نمیاد، به خاطر اینکه اون هورمون ها به قول ما میگیم که یک دونه پیک نمیزنه. ولی در آقایون این اتفاق میفته. به خاطر همینم خانم ها اگه توی رابطه ای باشن که احساس امنیت بکنن، احساس دوست داشته شدن بکنن، احساس بکنن که مهار روانی ندارن که به اون فرد مقابل رابطه جنسی برقرار بکنن، خیلی هم راحت تحریک میشن، اون میل جنسی هم میاد و رابطه رو دارن. اما خب با آقایون اگه خودتون رو مقایسه بکنین، میگم مال آقایون خیلی حالت کنشی تر داره و مال میل جنسی اونا بیشتر به صورت مداوم وجود داره تا خانم ها. اما اگر همه این شرایط وجود داره و شما توی رابطه هستین و احساس میکنین که این حالت براتون نیست و احساس میکنین که میخواین میل جنسی رو داشته باشین ولی ندارین، مخصوصا اگر که در دو سال اخیر صاحب فرزندی شدین و همینطور اگر که دوران یائسگی رو دارین طی میکنین، من توصیه میکنم که با یک متخصص مشورت بکنین. حالا ایشون میتونه روان درمانگر جنسی باشه، میتونه متخصص زن و زایمانی باشن که در زمینه طب جنسی معلومات دارن، یا میتونن روان پزشک باشن که بتونی باشون صحبت بکنی. بلافاصله بعد از این برنامه با ما همراه باشین در صفحه فیسبوک 37 درجه که من اونجا به صورت زنده به سوالاتتون جواب خواهم داد.